جواب نداری. سلام آقا، شما آدرس بلدی؟ نمیدونم آقا. ببین اینا انقدر نامرد بودن که من به تنها گذاشتن، فهمیدی؟ تو یکی باید بفهمی. من نمیدونم آقا حدودن نهی کجاست؟ حدودش هم نمیدونم، برای یک دیگه. یه ذره مغز ندارن اینا، نامرد که هستن منو تنها میذارن میرن. فرامرز نامرد، علی رضا نامرد. خب بابا کلید علامت بذارید، کلید پارکینگ آبی، کلید ورودی قرمز. از همینجاست؟ لکه 27 خونه 29 آقا جون، آقا جون، آقا جون، بدش فریدون. سلام. سلام. بخش مزار تهرانی؟ بله بفرمایید. نوستاد کانتره اینجاست؟ بله بفرمایید. شما مطمئنی؟ یعنی چی مطمئنی؟ من فرهاد تهرانی هستم، پسر آقای تهرانی. بله همینجاست. ولی من چند دفعه شما کوچه پایین نیدم؟ منو؟ بله. نه من نه اصلا کوچه پایین نرفتم. نه نه اشتباه میکنی. من پرسیدم بودم انزاب تهرانی شو بود بلد نیستم. نه اشتباه میکنی آقای عزیز. چرا مطمئنه؟ همین کلا مشکی هم سرت بود. بابا جان هر کی کلا مشکی کلا سرش باشه که آقای فرهاد تهرانی نیست. نه من مطمئنه. مطمئن چی هستی؟ میگم هر کی کلاه مشکی سرش باشه آقای فرهاد تهرانی نیست. در ثانی یک ذره معرفت، وجدان، شرف اینا رو باید داشته باشن یا نه؟ کیا؟ میتونستن به من تعارف بزنن که با ما بیا یا نه؟ میتونستن بگن داداش فرهاد تعارف بزنن الکی؟ باور کن نمیرفتم ها، ولی همین که تعارف میزدن من یکم دلم راضی می. آقا شهروز تشریف دارن؟ کی؟ آقا شهروز. شما چیکار داری؟ من دوستانشون. دوستانشی؟ بله. و نه ما اصلا اینجا شهرروز نداریم. مطمئنی؟ بله مطمئنم شهرروز نداریم. میشه صداش کنی؟ یه نگاه کنی؟ نیستش. حالا یه نگاه کن، من راه دور اومدم. راه دور اومدی نیستش عزیز من، الان تو بودم، از تو اومدم نبودش. اصلا میخوای اذیت کنی تو؟ برای چی میخوام اذیت کنم؟ من خودم این آدرس رو از تو پرسیدم، همین آدرس رو گفتی بلد نیستم. اون چی بود تو جیبتون گذاشت؟ هیچ، بس ایلان. اون چی بود؟ هیچ. ببینم چی بود؟ هیچ. ببینم چی بود؟ یه چیزی هم تو جیبت گذاشتی، ببینم. چیزی ندارم که. بسا ببینم. آبا تو همش میخوای من اذیت کنی. من شما رو میشتسم. معتاد! آبا اصلا چه غلط میکنید؟ میکنید اینو؟ سلام علیکم. سلام. کیه؟ معتاده! کیه؟ معتاده اومده بود چه روز رو معتاد کنه. بایش همینا که در جواب امروزی خانمان سوزانن. اینا میسوزونن. گم شد اومده بود چه روز رو بسوزونه. چه روز من کارکنی من گوشاشو میخت میکنم به دیوار. کی این کاره کرده؟ این کجا با بایی داشته دارم وسط خواهد چیه؟ چه خبر؟ خونه رو گشتی رو سره. سلام وسط خواهد. سلام جناب دکتر محسنه مهدوی. سلام وسط خواهد. سلام ببخشی مازرده شدن. به به چه جوون با ادب، یاد بگیر. از بچه معلم قدیمی اونا. بعد اینا دو سه سال پیش باباش منتقل شد شهرستان، اینا هم رفتن شهرستان. بعد اومده نتیجه کنکورش رو بگیره. نوستر خان یه هفته اینجا کار داره. من گفتم اگه اشکال نداشته باشه با اجازه شما، البته میدونم اشکال نداره، یه هفته پیش ما بمونه. اب نداره، اتفاقا بچه‌ها هم رفتن شمال، من و فرهاد و فریدون تنها هستیم. دکتر مسعود هم یه هفته مهمان من. دوست دارم. حالا واقعا دکتره؟ آره هفته دیگه دکتر میشه. هفته دیگه. باباش خفن خرجش کرد که این درس بخونه دکتر بشه. آخه لوست داشتین درس خون بشه و یعنی دکتر بشه. بعد تو فامیلم الان همه دکتر صداش میکنن. حتی بچه دمپر کنیه. کاش این تنت به تنه نوه امام بخوره. تازه این چیزی نیست که نصرت خانی خیلی کارهای دیگه بلده. نقاشی میکشه، کارتون میسازه. باریکلا شما کارتون میسازین؟ بله. این نقاشی های متحرک
اینا چجوری راه میرن؟ چیکار میکنی راه میرن؟ واسه خودم نقاشی میکنم. خب رشته انیمیشن بوده. چی میشه؟ انیمیشن. همون کارتون، کارتون ساز. اینا چیکار میکنین اینا راه میرن اینا؟ اینا یه جوری میکشیم دیگه. کار میکنی. پس واسه من میگی. من توضیح میدم. خدمت میگم. خیلی ممنون. باشه. من خیلی دلم میخواد بدونم چه جوریه. آره. خیلی وارده. خیلی وارده. گرفتی. بلش کن بابا جا بدم یا نوستخانشو بود بابا بل کن از دیگه منه نوستخان بدادم به چیه؟ این پسر معتاد میخواد کار کنی من معتاد کنه سیگاری کنه چی یعنی چی؟ سیگاریه؟ نوستخان آقا به قیافه من میخوره سیگاری میگه این ببین خوشش کجا باشی بده من آها اینه ببین بابا نوستخان این زغاله ترراییمه چی میگی بذار نشون بده چی تو؟ اینا هاش نصف خواه بازدیدی میکایل آبرو من اجل مهمونم بردی نصفت خواه من به شما ثابت میکنن که پسر مرداد آبا یه برو دنبال کاره بابا من میره آبا چیه دیگه ریچی دورده برو دنبال کارت میکایی بابا بزی نکن نگه سکیک آبا خیلی چطه بیایم بالا بچه برسته بیبار دیسته درم بیان بابا نصرت خان به خدا کلافه شدیم بابا ما بریم تو همون آلاچی خیلی بهتره اینجا حرف نزن حواسم از خان پرت نکن ببینم حالا اینا رو شما کشیدی اینا چی میشه که راه میرن تو فیلم نصرت خان اجازه بده من بکشم همه رو توضیح میده من خیلی دلم میخواد بدونم نصرت خان جون الان 5 ساعت داره توضیح میده بابا من به این خنگی فهمیدم شما هنوز بچه پر رو پاشو برو بیرون خب غلط کردم میگم بیا 4 کلمه حرف دیگه بزنیم آخه همش نقاشی فرصت حرف زدن زیاد بابا کلی وقت داریم حرف بزنیم آخه میگم تو که این نصرت خان رو نمیشناسی اگه تونستی تا موقعی که میخوای بری بفهمونی به این که این چجوری حرکت میکنه من گردنمو میزنم خیلی دیگه پر رو شدی پاشو برو بیرون خب غلط کردم پیدا کردم فهمیدم چی رو؟ جناب نصرت خان من اومدم فقط یک سوالی بپرسم و برم همین بپرس کار داریم زود بپرس برو بگو ببینم بگو این جمله رو بگو سمساری سر شبید نه سمساری سر سلطوی سماور شوخته نه سمساری سر سلطوی سماور شوخته رو تجدید سمساری سر سلطوی سماور سوخته رو عوض میکنه بگو ببینم بگو بگو سمساری سر سلطوی شماور شوخته سمساری سرسده شماور شوخته عوض میکنه دی فهمیدی یعنی سینا شین گفت خودت داشتی یادش میدادی صد تا شین گفتی من شین گفتم این شین گفت شماور گفت شل شمی برو خودت هم گفتی برو بیرون سینا شین برو بیرون مزاحم نشو برو بیرون من گفتم سینا شین گفت حالا قبول نکن شین گفت دیوانه سینا خیلی اصلا آجوره چی میگه از در اومده سماور سرسبی شماور اینا با هم معاف میکردن جون خودم تو هم کارتو بکن من کارت پای خدمت اینو ببینم نصرت خان این جون خودم معافی گرفته خب حالا توضیح بده که این چی میشه اینا را میفته نصرت خان یک ساعت داره اینا کبوترن ما حرف نزن بذار ما کارمونو بکنیم اصلا اجازه دادم بیا اینجا بشینی که چی باش برو بدون اینا کبوترن دنبال هم دیگه میرن اینا که شکلی کبوتر نیستن که حالا تکبیل میشه ها یعنی تو فیلم کبوتر میشه کبوتر میشه فریدون آقا فرهاد
آقا فرهاد چیه چی میگی؟ بیا 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 نه 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 برو فریدونم بیار برو فریدونم بیار فریدون که منم معذرت میخوام تاپ برداشتیم حواسم نی برو فرهاد خانم بیار دستش بگی بیا چی کار داری موقعشم کار دارم بیارش برو بیارش برو بیا 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 فرهاد یه دیگه بیا اینم فرهاد بیا سب سب یه دیگه بیا اینه باستم سر صدا نکنی نصرتون خواب بیدار میشه بیاد سب کن بینم جم. آقا میکایل چی موقع شب خونه رو گذاشتی رو سرت بارو زابرا کردی فرید میخوام خودت پسر داری میدونی که اولاد بزرگ کردن چقدر سخته آقا اگه صحبت پسر فیدونه بچه منو بیدار کرد بذار بخواب سب کن بینیم چی میگه تو هم کار داره الان به تو میگم چی بگو ببینم پسر چی؟ پاک معتاده ها از کجا معلوم قفله چی قفله چی میگی بابا دستشوی قفله قفله بر پسر رفته اونجا داره مواد مصرف میکنه ها بوشه همش فرا گرفته قفله ای بابا چرا نگاه میکنی خب یه دیگه بیا 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 ها چی بیا ببین امتحان کن در قفله ها دیدی قفله آقا میکنی جان جان گیجگاتون تاپ ورداشته چرا چرا؟ خب بابا هر کی میره دستشویی معلومه که خوف میکنه ببینم تو میری دستشویی باز میذاری درو نه آه. به من بگو آها آها خب بریم بخوابیم پس یه جزء اشتباه بود کجا؟ بخوابیم دیگه برم تو اتاق بچه ها نیستن من میترسم برم اونجا همینجا بگیرم بخوابم دیگه فرمودی کجا؟ همینجا یه گوشه کنار بگیرم میخوابم دیگه اصلا میدونی چی شده؟ جان اجازه بده من برم بخوابم دیگه کجا؟ یه گوشه کنار یه جای دیگه میکای خان جانم شما تو حیات حیات؟ همینجا گوشه کناره یه جای جای مینزم میخوابم دیگه ها اجازه بده جان آقا میکایل جان شما حیات اتاق نمیشه ها کسی نیست و بچه ها رفتن همه رفتن شمال هیچ کسی میکایل بله جانم جانم حیات حیات بیبریم آه بیبریم دیگه اینجا شر باشی خوابی راحتی چرا بیدارم کردی راحتی آره راحت همینجا شب بخواب اتاق نه نه بزو بخوابم دیگه بیدار میکنی شب بخیر حد خیر دسته تو برنت دارم میکشم آخه این بیام افه زنونه از خوشم نمیاد بذاری افه مردونه بگیرم بابا این چه حالتی تو من نمیدونم چرا همش یاد یه فیلمی میفتم خودم رو ببینم یکی یکی رو میکشید یادت اون فیلم رو شهروز جان شهروز چیت بگم بگو به کسی نمیگی نه با کی بیادارم بگم اصلا حرفای تو چه ارزشی داره من بین اون بگم یو جو میگیرت تا خود تو تحویل میگیری بگو قول میدی؟ آبا بگو دیگه من به کی کسی ندارم بگم چی بگم اصلا شهروز جان من اصلا دکتر نیستم خب منم خول نیستم میدونم تو دکتر نیستی دو روز دکتر صداد کردن جو گرفتت بابا تازه فرنه پس حالا میخوان نتیجه ها رو اعلام کنم بعد تو اگه قبول شدی باید بری چند سال درس بخونی بعد اون وقت تازه دکتر میشی او اصلا من رشته پزشکی شرکت نکردم چی؟ پس چی شرکت کردی؟ نقاشی نقاشی هم اگه دانشگاه داره؟ اون نقاشی ساختمون که نه نقاشی طراحی پاشو
پاشو باتی ها اینجا نمیشینی ها بابا تم زنگ زد نمیگیم اینجا بودم من مسئله قبول نمی کنم فهمیدی پاشو پاشو دیگه بابا ما ناسلامتی ما یه ما با هم رفیق بودیم ها خب چی کار کنم الان من نمیدونم من نمیتونم مسئولیت قبول کنم مسعود جون من حاضرم توی استخر پر تمسا برم ولی با این کاری که تو کردی جلو بابا یعنی رو در رو نشم دیگه شهروز جون من کمکم کن یه کاری بکن آخه بعد موقع هم اومدی مسعود جون الان نه فرامرز هست نه گشتاس پس نه علیرضا هست نه طلعت هست هیچکی هم نیست اون فرامرز مارمولک رو میدونی یک فیلمیه دو سال زندان بوده الان یه جوری وانمود کرده همه فکر کنن قبرس بوده اونا بودن یه کاری میشد بکنه الان کسی نیست با فراد نصرتخان که هستن با اونا رو بگو بابا تو هم دلت خوش نصرتخان رو که خودت صبح تا داری واسش یه نقاشی ساده رو توضیح میدی هنوز نفهمیده اون فردم که بخون بودم امتیازم دارم امتیازم نمیدونم البته امتیازش میدونی چیه امتیازش اینه که خنگتر از بقیه است دیگه این امتیازش خودش آلمان بوده نه نمیدونم یه چیزایی میگه حالا شاید هم بوده دیگه ببین نه آقا فریدون چی آقا فریدون خیلی چیده خیلی بارشه میدونی اصلا گاریو رنگ میکنه جا بنز میده به اینمون بعد از اون میریم پیشش اون ردیف میکنه تو اصلا ناراحت نشی حالا ببین این چیه کشیدی تو اون همی شبیه خودت نیست وقت بگو رفیقیم خوب این چی آخه تو کشیدی خدایش رو من قاب کنم بهت میدم آخر سر بابا سلامت کردم جناب میکایل ریزه دهخان فداکار سلام چطوری خوبی آقا میکی ریزه سر به سرم نزد که اصلا حوصله ندارم چشم ببخشید ولی اگه بابت دیشب ناراحتی تقصیر خودت بود بعد حسابی نصف شب بلند شدی اومدی سر صدا میکنی آقا جون با اون سنش اخواب پریده خود من عصبی چاره ای نداریم تقصیر نداریم همه گذاشتن رفته معلوم عصبی میشی پاچه ای تو رو میگیریم من از بابت دیشب اصلا ناراحت نیستم همه میدونن که شما خانوادتن مشکل داریم اما فراد من نگران این پسر هستم شهروزه شهر نه بابا شهروز که دیگه قابل فکر کردن نیست میکی جون آره اولاده پاره جگره آقا فراد آقا فراد شما ماشالله نه 25 سال آلمان بودین درسته؟ نه 15 سال بودم نه 25 سال اونی که من میگم 25 سال آلمان بودین آه؟ امتیاز دارین یه سر گردن از همه بالاتر هستین آه؟ شما خیلی میفهمین خیلی حالتونه غیر از اینه آه؟ خیلی محبت داری قربونت برم یکی جون من برات آب کنم نه بابا بده به من بزاره یه بار من آب کنم من چه ایرادی داره بزاره من آب تمام حرفایی که تو میزنی درسته دقیقا من 20-25 سال فقط اونجا رفتم تجربه کسب کردم خیلی چیزا یاد گرفتم خیلی چیزا یعنی فقط زحمت کشتم چه شبایی که نخوابیدم چه روزایی که کار کردم بله واقعا زحمت کشیدم حالا آفر شما که ماشاءالله 25 سال آلمان بودین این همه علم دارین دارای سواد هستین یه سر گردن از بقیه بالاتر هستین ها به نظر شما این پسر مسعود معتاد نیست ها چرا از همون روز اولی که دیدمش فهمیدم معتاده ببین میکی جون من یعنی نمیخوام بگم روانشناسی هم من اونور خوندم هر آدمی از 200 کیلومتری البته نه زیاده از 200 متری ببینم میفهمم که این آدم نقاشه یا دکتره یا معتاده اینم فهمیدم معتاده ولی به روش نیورده پس شما فهمیدین آها فرهاد ما هرچی داد میزنیم فریاد میزنیم که بابا این بچه معتاده هیچ حرفونو باور نمیکنه معتاد هست یا نیست هست دیگه خب نه ببین اونجوری هم که تو میگی نیست بیچاره زیاد سر صورتش نشون نمیده ولی خب با این حال بازم باید تحقیق کنیم تا به یقین کامل برسیم
فرهاد یقینی بالاتر از این ها کمه سینا رو شین میگه توهاش دستشویی که داره قف میکنه چی بالاتر از این ها خب دن ببین دستشوییم اگه خود منم باشم میرم و تو ده قفله میکنم اصلا ربطی نداره ولی بابت این که تو میخوای مطمئن چی که این آدم معتاده من میرم طرفش و با اون سیاستی که خودم دارم از زیر زبونش هر چی که میخوای میکشم بیرون میفهمم که معتاده یا نه فقط بذار به عهده من باشه حتما بیا خیالم راحت باشه ببین این چیه به این چسبیده چیه دستم نوچ شد نمیدونم هیچی نیست چیزی نیست چیزی نیست گچه طبیعیه مال خودشه نه تو خیالت راحت باشه خب برو قشنگ راحت کارتو بکن خیالم راحت راحت آره. باشه آره آره این یه دست و روی هم به این آفتابت بکش یکم این قیافش بهتر بشه خیلی باشه باشه بار خیاله داشت باشه رفت دیدی منظره رو؟ چرا منظره بک جون میده من نقاشی خیلی خوبه سلام عرض کردم اون پا شکار میکردی بچه های بازیگوش بامزه ها سلام فرا سلام. رفته بودم این به باقی همسای بغلی رو بهشون نشون بدم کیف کنه جدی میگی؟ خب آره دیگه من که با شما شوخی ندارم یعنی شوخی نداریم ما که با هم رفته بودیم این میدونی که نقاشه خب بعد بله اونجا یه تحریر چیزی بزنه فهمیدم منظره داره به من نگاه کن قشنگ حالا راستش بگو کجا بودی؟ اون پا چیکار میکردی؟ میشه به شما قشنگ نگاه نکنم برای چی؟ چون قیافتون زایه سرم به هم میخوره بعدش هم اینجوری باسه من چیز تیریب نیه من اصلا این کارا حساب نمیبرم فهمیدی؟ بارو ببینم بچه بیتر بیار جنس رو بده ببینم من هم خودم خط به روزگارم 15 سال آلمان بودم وسایل نقاشی جنس رو جنس رو کجا گذاشتی؟ تو دستو بکش بارو ببینم جنس رو کجا گذاشتی؟ آجا بارو ببر یا؟ میگم بارو ببینم این داره میزنی تو سرم آیا دفع دیگه دلی قاطی میکنم جنس رو کجا گذاشتی؟ میزنم قاطی میکنم بارو ببینم جنس رو کجا گذاشتی؟ تو سرم آ بده ببینم تو سرم آ قاطی میکنم آ بارو بابا جنس رو میگم کجا گذاشتی؟ شیر کردم بلکن بیا واسه من جا قاطی بازه نریا میکایی میکایی اصلا به من چه ربطی داره بذار بکشن قد بکشن بفتر کن کن بینم بابا رو اینا اینا خانوادت هم خوده چرا خب هر چند وقتی بار واسه شون باید قاطی کنن تا آدم بشن ایوان هر چی با ما گشته بعد ندیده بابا میگه آقا شهرود ردی کیه؟ منم مسئول کی؟ مسئول آخ من میگم تو چرا نیستی؟ نگو نایمدی شو نداری؟ من میگم خیلی نیستی و دیدم رفتی فکر کردم میگم دیگه اصلا هر کی بابا بگرده بعد نمیده که همه کارش ما رو ردیف میکنه ردیفه تازه هم بشه اگه یه روز آقا جونم بفهمه بعد چیکار کنه خب بالاخره تو اون موقع یه تقی به تقی خورده یعنی بعد بهش بگی دیگه یه جوری بین بیگی حالا که چیکار کنه خیلی گیجی ها دقت کردی خیلی گیجی ای من صبح تا الان هزار دفعه دارم میگم بازم میگی حالا چیکار کنیم جدی خوب شد تو دکتر نشدی ها جدی میگم چطور مگه چطور من خب اگه تو با این هوش حواس دکتر بشی یا دمپایی جا میذاری تو شکم مریض یا صابون یا چاقو یه چیزی جا میذاری هی من صبح تالا دارم میگم آقا این آقا فری یه رفیق داره به نام سیروس سیروس بلا سیروس بلا یه کارتو ردیف میکنه توی دوباره میگه چتری چتری حالا این سیروسی که میخواد چیکار بکنه خیلی خنگی خیلی باز میگه میخواد چیکار کنه بابا میگم این سیروس یه رفیق داره تو چاپخونه خب حالا قشنگ میفهمی دقت کن ببین یه رفیق داره آقا سیروس یه رفیق داره تو چاپخونه بعد روزی که نتایج اعلام کردن عکس تو نام پدر شماره شناسنامه تو میزنن تو صفحه پزشکی بابات میخونه کیف میکنه بعد تو چی تو میری نقاشی تو ادامه میدی نقاشی تو که ادامه میدی خوندی تموم شد یه روزی میری بابا کشکی بچه شدی اسم منم میزنن تو لیست روزنامه و دانشگاه آره بابا اینجا یک شیر تو شیری اینجا میشه تو چی کار داری حالا فرضم که بشه جواب آقا جونمو چی بده
خب تو درس تو بخون یه روزی بهش بگو، اصلا تو اون روزی که خواستی بهش بگی یه زنگ به من بزن، چشم کور دندم هم نم، رفیقت هم دیگه. میام به بابات میگم، میگم صلاحش تو این بود، چون من بهش هم میگم آکیوت خیلی داغونه نمیفهمی، همون نقاشی ادامه بدی بهتره. میخوای چیز کن الان بریم سری اخچال نصد خانم یه چند کیلو لیمو تازه آورده، بریم یه اتکی بزن. نه جدن هم دست از وزبازی برداشته، خیلی دست به دل باز شده. شما لیمو اتک نمیزنی؟ نه با شما میگم لیمو اتک نمیزنی؟ کی؟ من؟ نه نه نکنه منو دیده باشم. جمعونم بابای مسعود باشه. میکشمه. آبرو منو پیش تکو فامیل بردی، یه هم خرجش کردم که بری دکتر بشی، حالا رفتی سراغ جنگولک بازی. آقای محترم، آقای از این نصف شب مردم خوابیدن یه خوده یواشتر. آخه نصرت خان، شما خودتون پسر دارین، یه هم خرجش کردم، آبرو منو پلو فکر فامیل برده. چه ربطی به فامیل داره آقای عزیز؟ من خودم سه تا پسر دارم یه نوه، هیچ کدومشونی که من میخواستم نشدن. منم دارم میخواست دکتر و خلبان بشن، مگه چند تا هواپیما تو این مملکت داریم؟ نه آقا ولشون کنین، بچه باید بره دنبال اون رشتهی که علاقه داره. به خدا اگر بذاریم برن دنبال علاقهشون مملکت بهش میشه، نباید فشار بیاریم برن سراغ رشتهی که علاقه ندارن. نصرت خان راست میگه. آقا خدا، آقا نصرت یه دونه پسر داره اسمش فرامرزه، میخواد پروفسور بشه، حالا نمیدونم چی شد سر از زندان داره بود. تو هر زندان ما شخصی همسال توه. آقای مهدوی، من حدود 15 سال پیش در چنین روزی به کشور آلمان سفر کردم. در اونجا حرفا نیست که دوباره بعدا میخوام امتیازاتو برو خریم بکشی. خیلی بی تربیتی واسه طرف. چی وقتی بعد بعد این حرفا نیست که من بفرمایید. شما حرف تو بزن. نصرت خان، حرف شما متین. ولی آخه نداره، اما نداره. برو خدا رو شکر کن. پسرت هم علاقه داره، هم پشتکار داره. بذار بره دنبال اون شغلی که دوست داره. من مطمئنم که به زودی کارتون ساز بسیار بسیار ماهری میشه. راست. چشم، فرمایش شما متین، احترام شما برای ما واجبه، ولی باید قول بده بره تو همین رشته دکتر بشه. من به شما قول میدم که حتما دکتر میشه. چشم آقا جون، قول میدم. قول دادی ها؟ آقای مهدوی، اینا به کنار، کی به شما خبر داد که پسرتون به جای دکتری رفته سراغ این رشته؟ راست میگی. کی گفتش؟ یادم نمیاد. یکی زنگ زد. خب اسم بندری دربندی، میکائیل دربندی. یک میکائیلی بسازم خبرچینی میکنی واسه من؟ وایسا کجا میری؟